سلام بینندگان گرامی، امروز چهارشنبه 17 مارت و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت دوشنبه 14 و در پراگ 10 است. در این نشریه سرخط رویدادها درباره تعطیلی خوانندگان مکتب‌های همگانی در تاجیکستان، کاهش انتقال‌های پولی مهاجران از روسیه، بازگردانی کودکان از عراق و سوریه و کارزنی خونین دو عاشق در همدانی میگوییم. شروع کنیم از تعطیلی مکتب ها. تعطیلی بهاری خوانندگان مکتب های تحصیلات میانه عمومی در تاجیکستان 21 مارت آغاز گردیده تا 31 مارت دوام میکند. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علم در این باره خبر داده است. تاجیکستان قبلا تعطیل های تیرماهی و بهاری خوانندگان را بیکار کرده بود. تعطیل های تیرماهی سال 2018 برقرار شده، مهلت تعطیلی زمستان کم شد. آن زمان وزارت معارف اقدام خود را چنین شرح داده بود که شرایط برگزاری چهارمین های گوناگون از قبیل دوره های تکمیلی اختصاصی آموزگاران، اینچنین المپیاده های مکتبی بهتر شده، معلمان و خوانندگان از جریان درس و تعلیم کنار نمی مانند. مهاجران کاری تاجیک در سال گذشته 2020 تنها از روسیه به تاجیکستان 1,741,000,000 دلار پول فرستادند. بانک مرکزی روسیه روزی 16 مارت آمار انتقال های پولی شخصان واقعی را به خارج نشر کرد و در آن دیده می شود که سال گذشته 2020 مهاجران به تاجیکستان 1,741,000,000 دلار پول ارسال کردند که نظر به سال قبلی 759,000,000 دلار کمتر است. سال 2019 مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان 2,5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند که تقریبا با 30% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان برابر بود. اعلان آمار انتقال های پولی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در حال است که بانک ملی تاجیکستان چند سال باز اینجانب از افشای حجم پول های انتقالی مهاجران کاری خودداری می‌ورزد. در نشست اخیری خبری این نهاد گفته شده بود که اندازه پول های انتقالی مهاجران در سال 2020 که بنابر پاندمی بیش از 6% کاهش یافت. از آمار اعلان کرده بانک مرکزی روسیه برمی‌آید که حجم انتقال های پولی مهاجران حدود 30% کمتر شده است. بنابر خروجی بیماری کووید 19 روسیه مرزهای خود را بست و بسیاری از مهاجران کاری تاجیک به مهاجرت رفته نتوانستند. قرغیزستان ده ها کودک را که در عراق بند مانده بودند به وطن بازگرداند. سالهای اخیر هزارها ساکنی کشورهای آسیای مرکزی به گروه های افراطی پیوسته به عراق و سوریه رفته بودند. در گذشته در جمهوری های این منطقه هم شهروندانشان را از عراق و سوریه بازگردانیده بودند. 16 مارت هواپیمای مخصوص با 79 کودک قرغیز در فرودگاه منس بیشکک به زمین نشست. این عملیات را سازمان بشردوستانه میریم تشکیل کرده بود. از زمان شکست گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی صدها زن از کشورهای آسیای مرکزی و از جمله از تاجیکستان در اردوگاه‌های شمال و شرق سوریه و محبس‌های عراق جای داده شدند. شوهرهای آنها اکثرا به هلاکت رسیدند و یا در زندان می باشند. حکومت قرغیزستان می گوید انتقال کودکان با رضایت مادران محبوسی آنها صورت گرفته است. در قرغیزستان نزدیکان آنها وعده دادند که پرستاری کودکان و همایش آنها را با جامعه بر عهده می گیرند. این عملیات را بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و صلیب سرخ قرغیزستان پشتیبانی کردند. سالهای گذشته حکومت تاجیکستان نیز ده ها کودک را از عراق و سوریه به وطن آورد، ولی آنها در اینترنت ها جای داده شدند و نزدیکان امکان زیارت از آنها را ندارند. حکومت اسرائیل پرواز منتظم هواپیماها را از همه کشورهای جهان به قلمرو خود اجازه داد. در این باره وزارت کارهای خارجه اسرائیل روز 16 مارت خبر داده گفت در یک روز تنها تا 3000 شهروندان خارجی می توانند وارد کشور شوند. اما در پروازها هیچ محدودیت نیست و از همه سمت ها مسافران می توانند به این کشور سفر کنند. اسرائیل که در واکسین زنی مردمش در جهان پیش صف است، در اسرائیل که 9 میلیون اهالی دارد تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر دیگر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمی شوند. این است که اسرائیل تقریبا به وضعیت پیش از پاندمی برمیگردد. میانی تاجیکستان و اسرائیل پروازهای مستقیم نیست و شهروندان برای سفر به این کشور باید ویزه بگیرند.
در منطقه سخالین روسیه علیه مهاجری کره تاجیک برای پارا پیشنهاد کردن به پاسبان بازداشتگاه موقت پرونده باز کردند. بنابر گفته دادستانی سخالین، مهاجری کره تاجیکی در بازداشتگاه موقت نگهداری میشد با یکی از ناظران بازداشتگاه 80 هزار روبل پارا پیشنهاد کرده، گفته است او را موقتا از اینجا رها کند و به جای خود برادرش را گرو میگذارد. تفتیشات میگوید مهاجری تاجیک گفته است کاری تعجیلی دارد که باید حل کند و برادرش آماده است به جای او در بازداشتگاه بیستد. اما با ادعای تفتیشات ناظر بازداشتگاه در این باره به مقامات انتظامی خبر داده است و اکنون بر ضد مهاجری کاری تاجیک با اتهام پیشنهاد پارا پرونده باز شده است. با این اتهام مهاجری تاجیک را 8 سال زندان و جریمه هنگفته تهدید میکند. نظر خود مهاجری تاجیک در این رابطه معلوم نیست. به قول وزارت کارهای داخلی در ناحیه همدانی ولایت ختلان تاجیکستان، جوانی 21 ساله را معشوقش با دو ضرب کارد زخمی کرده به هلاکت رسانیده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روز 16 مرد گفت که این حادثه روز 11 مرد رخ داده است. به اطلاع مقامات میلیسا، ساوران بی فیزولا جوانزن 27 ساله که با غفران جان طلبوی 21 ساله ساکنی همدانی شناس شده رابطه عاشقانه داشتند. سنه 11 مرد میانی عاشقان در خانه ساوران بی مناقشه سر میزند. با گفته تفتیشات او با کارد خواجگی به قفس سینه معشوقش دو کارد میزند و غفران جان در جای حادثه به هلاکت میرسد. نسبت ساوران بی با ماده کشتار پرونده باز شده، تفتیشات ادامه دارد. نظر خود گمانبری کشتار در این رابطه هنوز معلوم نیست. دادگاه در ایالت کارولینای شمالی امریکا یک زاده تاجیکستان را برای خواستگاری کردن یک زنی محلی با مرد گرجی و تشکیل ازدواج تقلبی به خاطر به دست آوردن حق اقامت در این کشور به 8 ماه زندان محکوم کرد. دادستانی ایالت کارولینای شمالی روز 15 مرد اعلان کرد که تاجیدین رحیموف زاده 47 ساله تاجیکستان به گناه خیش در تشکیل ازدواج تقلبی اقرار کرد و دادگاه به این جرم او را 8 ماه از آزادی محروم ساخت. با گفته دادستانی رحیموف یک خانم آمریکایی را که در کوچه ها گدایی میکرد پیشنهاد کرده است اگر با مرد گرجی تبار ازدواج کند به او 12000 دلار یک ماشین و خانه ای اجاره میگیرند. با میان روی رحیموف خانم آمریکایی که با دوست داشتش در کوچه ها تلبندگی میکردند با نام لامتاتیدزه نام گرجی تبار رسما ازدواج میکنند تا که مرد گرجی صاحب گرین کارت و یا حق اقامت در امریکا شود. بر اساس سند ازدواج دروغین لامتاتیدزه صاحب گرین کارت می شود. اما در این میان مادری خانومی که گویا با او ازدواج کرده بود از قضیه آگاه شده به مقامات مهاجرت امریکا خبر می دهد. رحیموف برای خواستگاری و میان رویش در تشکیل چنین ازدواج دروغین از مرد گرجی 1000 دلار مکافات گرفته بوده است. هم اکنون دادگاه با جرمی تشکیل ازدواج دروغین او را مجرم شناخت و او 8 ماه دیگر را پشت میله های زندان سپری خواهد کرد. پارلمان ترکمنستان لایحه قانون درباره تاسیس عنوان های فخری سگ پروری شایسته و سگ پروری خلقی را قبول کرد. در این باره بخش ترکمنی رادیو آزادی با استناد به رسانه های رسمی ترکمنستان اطلاع داد. وکیلان پارلمان ترکمنستان تاسیس عنوان های مذکور را با تلاش های پرزیدنت آن کشور قربانگولی بردی محمدوف برای حفظ و مشهور گشتن میراث فرهنگی تاریخی ملی ربط دادند. بردی محمدوف با رمزهای پیشنهادی برای سگ پروران افتخاری و مدال علبه باجرأت ترکمنی سال را که برای برنده های نخستین آزمون زیبایی سگ ها در تاریخ آن کشور تقدیم کرده می شود شناس شده است. از این پیش در شهر اشقاباد ترکمنستان با سگ علبه هیکل گذاشتند. در رسمی پرده برداری از هیکل پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف شرکت ورزید. طرح هیکل هنوز ماه نوامبر سال 2019 از سوی پرزیدنت تصدیق شده بود. بلندی مجموعه 15 متر بوده، 9 متر آن پای دیوار و 6 متر را تندیسی سگ تشکیل می دهد. بینندگان ارجمند، در پایان این نشریه سرخط رویدادها همچون نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است، 1 دلار آمریکایی 11 سومانی و 30 درم، 1 یورو 13 سومانی و 48 درم و 1000 روبل روسی 154 سومانی و 46 درم ارزش دارد. قربی خرید و فروش اسعار خارجی در بانک های تجارتی نظر به قربی رسمی از 1 تا 3 سومانی می تواند فرق کند. خبر و گزارش های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید.